ریاضی و پیدایش تمدن. قسمت چهارم، جهان در حرکت. یکی از اشراف ثروتمند اروپا داره نامه می نویسه. نامه شامل یه مسئله ریاضیه و برای یکی از برجسته‌ترین ریاضیدانای جهان ارسال میشه. این مرد یوهان برنولی ریاضیدانه. البته راه حل رو میدونه. ولی این جمله رو اضافه میکنه. با این سوال خواهیم فهمید چه افرادی بچه ها و چه افرادی والدینن. افرادی که این مسئله رو حل کنن در تاریخ جاودانه میشن. پاسخ باید ظرف 6 ماه ارائه میشد. نامه‌های یوهان برنولی برای ریاضیدانای اون دوران بسیار مهم و با ارزش بود. در اصل ریاضیدانا با دریافت اونا اعتبار بیشتری کسب می‌کردند. مسئله برای برجسته‌ترین ذهن‌های ریاضی اروپا ارسال می‌شد. نامه برای ریاضیدانای برجسته آلمان، سوئیس، فرانسه و سراسر اروپا ارسال شد. البته حمل و نقل به خوبی امروز نبود. تحویل نامه چند ماه طول می کشید. مسئله توسط استاد ریاضی یوهان برنولی طرح شده بود. هر که میتونست مسئله برنولی رو حل کنه، بهترین ها شناخته میشد. سوال ساده بود. دو نقطه داریم. نقطه A و نقطه B. چه منحنی باعث میشه یه جسم با استفاده از نیروی جاذبه در کوتاه‌ترین زمان از A به B برسه؟ اگه جواب خطی مستقیم بود، برنولی برای پرسیدنش خودشو به زحمت نمینداخت. بین دریافت کننده های نامه یه فیلسوف مشهور بود. اون یه وکیل، متخصص الهیات، دیپلمات و متخصص علم اعداد بود. گاتفرید ویلهلم لایبنیتز آلمانی اولین فردی بود که باید پاسخ میداد. ولی برنولی بعد از اینکه جوابی دریافت نکرد، ضرب الاجر رو برای فردی که مطمئن بود جوابو پیدا میکنه تمدید کرد. در اصل برنولی با طرح این مسئله فرد معینی رو در نظر داشت. اون مرد که حتما باید اون نامه براش فرستاده میشد، طرف دیگه دریا در انگلستان زندگی میکرد. بعد از 1 سال نامه بالاخره به دستش رسید. از لحظه ای که برای اولین بار نامه برنولی رو باز کرد، میدونست که این نامه در اصل برای اون نوشته شده. اون به عنوان رئیس زرابخانه انگلستان مرد بسیار گرفتاری بود. ولی یه روز بعد از اینکه از سر کار به خونه اومد، ظرف فقط چند ساعت مسئله رو حل کرد. در اون زمان فقط 4 نفر از این متفکرین برجسته جواب درست رو پیدا کردند. حل مسئله برای بیشترشون چند روز یا چند هفته طول کشید.
ولی این ریاضیدان انگلیسی مسئله رو در زمان خیلی کمتری حل کرد. اون حل مسئله رو امضا نشده برای برنولی فرستاد. جوابش درست بود. برنولی میدونست که این جوابو مرد انگلیسی فرستاده و بعد از خوندنش این جمله رو گفت: شیرو از روی جای پنجش شناختم. اون شیر بزرگترین دانشمند سر اسحاق نیوتن بود. اولین پاسخ دهنده گاتفرد لایبنیتز بود که از اسحاق نیوتن کینه داشت. این دو مرد درگیر سخت‌ترین جنگ تاریخ ریاضی بودند. مسئله برنولی مرکز درگیری لایبنیتز و نیوتن بود. اون سوال تعیین می‌کرد که دو رقیب درباره منحنی‌ها چی می‌دونستند. یه منحنی شاید مسیری باشه که به وسیله یه دوچرخه خلق میشه. یه علامت نقطه روی چرخ دوچرخه قرار بدین. با چرخیدن چرخ نقطه منحنی خاصی ایجاد میکنه که به سیکلوید یا سیکل گفته میشه. سال برنولی درباره سریع‌ترین وضعیت برای رسیدن یه توپ از بالا به پایین مسیر بود. این یه منحنی سیکلویده و این یه خط مستقیمه. میخوام همزمان این دو توپو رها کنم. دیدین که منحنی سیکلوید از خط مستقیم سریع تره. اگه یه نفر سریع ترین مسیر رو بدونه، معنیش اینه که مقادیر حد و عقل رو هم میدونه. به عبارت دیگه حساب دیفرانسیال رو میدونه. برنولی میخواست بدونه که این ریاضیدانا حساب دیفرانسیال رو بلدن یا بلد نیستن. تمرکز و توجه دانشپژوهای اون دوران روی جهان متحرک بود و اونا از این حقیقت مسیری سریع تر از مسیر مستقیم وجود داره چند قانون برجسته کشف کردن. اولین فردی که این نوآوری رو ثبت کرد بزرگترین فیلسوف اون دوران بود. من الان دارم دنبال یه ایستگاه قطار میگردم. مستقیم برو، به چپ بپیچ، برو بالا. بالا رو نگاه کنن. بالاخره ایستگاه قطار رو پیدا کردم. راستش اگه فقط دو عدد طول و عرض جغرافیایی رو بدونیم، میتونیم هر مکانی رو روی زمین پیدا کنیم. اگه مکانم رو عوض کنم، این اعدادم تغییر میکنه. این کشف قدمت زیادی نداره. فیلسوفی هم که میخوام به دیدنش برم، این سیستم رو ابداع کرده. این شهر سال 1802 اسم خودش رو به افتخار این قول علمی عوض کرد.
قرن 17 میلادی بزرگانی مثل گالیله، کپلر، شکسپیر و مونتین داشت. رنه دکارت فیلسوف هم یکی از ذهنهای بزرگ اون دوران بود. من فکر میکنم، پس هستم. این مشهورترین گفته دکارته. اونو بیشتر یه فیلسوف بزرگ میدونن. پس چرا در داستان ریاضی نقش داره؟ وقتی اطراف این خونه رو ببینید دلیلش رو میفهمید. خوش اومدین. همونطور که میبینین این خونه در یه دهکده ییلاقی آروم بنا شده. اینجا قرن 16 هم ساخته شده و امروز یه اثر میراث فرهنگیه. رنه دکارت در این خانه متولد شد. اینجا تمام خاطرات زمان تولد تا مرگش رو در خودش جا داده. اون در شهرهای مختلفی در سراسر اروپا زندگی کرد و در سوئد از دنیا رفت. این یه نمونه بازسازی شده از جمجمه دکارتی که از سوئد به اینجا آورده شده. دکارت یه متفکر افسانه‌ای بود و حتی مجسمه یه مومی اون هم در حال تفکره. اون صبای خودشو در بستر صرف تفکر درباره جهان میکرد. شاید تنبل به نظر میرسید ولی به شدت سرگرم پیدا کردن حقیقت بود. دکارت عضو یه مدرسه فرقه‌ای بود و کتابای دانشپژوهای بزرگو مطالعه میکرد. اینجا میتونین بعضی از اون کتابا رو ببینین. کتابای سنکا، ویرجیل و داکوین جزء همون کتابا بودن. دکارت تمام آثار بزرگ فلاسفه رو میخوند ولی خیلی زود خسته میشد چون عشق واقعیش ریاضی بود. اون مخصوصا علاقه زیادی به نظم و ترکیب منطق داشت. انسان چطور میتونه در فلسفه، قانون، مذهب و سیاست به چنین درجه از دانش برسه؟ ولی دکارت تمام این علوم رو رها کرد و به ریاضی رو آورد. ریاضی بهش اجازه میداد بدون شک و تردید حقیقت رو آشکار کنه. دکارت بعد از رها کردن تمام چیزهایی که یاد گرفته بود مسیری جدید انتخاب کرد. قرن 17 هم دوران مسافرت و ماجراجویی بود. بنابراین دکارت به ارتش پیوست. دکارت به عنوان یک سرباز داوطلب برای شاهزاده آلمانی مشغول به کار شد. در محل خدمتش با افرادی از سرتاسر اروپا آشنا شد. یه روز لشکرش به یه شهر کوچک آلمانی رسید. تنها چیزی که برای دکارت باقی مونده بود تردید ذاتیش بود. ذهنش به طور مداوم به طرف ریاضی برمیگشت. از خودش میپرسید چطوری میتونیم مکان یک نقطه رو تعریف کنیم؟ چپ، چپتر، بالا، بالاتر. چنین تعاریفی خیلی مبهم و ذهنی بودن. دکارت روشی دقیق برای این تعریف مکان پیدا کرد. این خط محور افقی X و این یکی محور عمودی Y. اونا در نقطه موسوم به مبدأ با هم تلاقی می کنن. نقطه نورانی رو میشه با دو عدد تعریف کرد. این
نقطه پنسه نامیده میشه. بازار بورس ممکنه حتی فقط طی یک روز افت و خیزهای چشمگیری داشته باشه. این اعداد همیشه در حال تغییر رو نمیشه به سرعت تحلیل کرد. فقط با تکیه بر این اعداد نمیتونیم جهت و حرکت بازار سهام بورس رو تعیین کنیم. به لطف دستگاه مختصاتی که دکارت ابداع کرد میتونیم تغییرات عددی و ارقام رو دنبال کنیم. ما در اصلی زندگی میکنیم که در اون میشه هر عدد رو به شکل نموداری مختصاتی نشون داد. با استفاده از نمودارها میتونیم تغییرات کمی رو دنبال کنیم. میتونیم جهت و آینده تغییرات عددی رو تعیین و حتی پیش بینی کنیم. مکان‌ها با اعداد نشون داده میشن، ولی این تنها مزیت دستگاه مختصات نیست. دکارت متوجه شد که ممکنه بتونه سیستم مختصات خودشو با هندسه تلفیق کنه. قرن‌ها تا دوران دکارت کتاب عناصر اقلیدس بر دنیای ریاضی حکومت می‌کرد. اون کتاب دایره رو اینطوری تعریف می‌کنه. دایره شکلی تخت با یک خط که اون خط از تعداد بیشماری خط کوتاه که همگی با هم مساویان و پشت سر هم با زاویه مساوی قرار گرفتن شکل میگیره. اولین بار که این تعریف رو میشنوین درکش سخته. دکارت این تعریف طولانی رو با مختصات انجام داد. معنیش اینه که برای تعریف دایره اعدادی مطرح کرد. نتیجه چی بود؟ حالا هر نقطه با دو عدد نشون داده میشه. با تحلیل این نقاط میتونیم یه معادله بسازیم. x به توان 2 به علاوه y به توان 2 مساوی با r به توان 2. دکارت دایره رو اینطوری تعریف کرد. خیلی ساده است. ریاضی که زمانی به کندی توسعه پیدا می کرد حالا بعد جدیدی به دست آورده بود. حالا ریاضیدان ها متوجه منحنی ها شده بودند. ریاضیدان ها رو به سوی جهانی هدایت می کرد که بیوسته در حال حرکت بود. الان دارم به هانوفر در آلمان میرم. با اونجا 60 کیلومتر فاصله دارم و حدود یک ساعت طول میکشه تا برسم. 60 کیلومتر در ساعت. این سرعت متوسط منه. ولی معنیش این نیست که در هر لحظه از سفرم با سرعت 60 کیلومتر در ساعت حرکت میکنم. سرعتم پیوسته در حال تغییره. خب در این لحظه چطوری میتونیم سرعت ماشین رو محاسبه کنیم؟ دو ریاضیدان اون دوران جواب این سوال رو پیدا کردن. اونا اسحاق نیوتن انگلیسی و گاتفرید لایبنیز آلمانی بودن. بیاین اول با لایبنیز آشنا بشیم. این مدرسه زمانی دانشگاه هانوفر نامیده می شد، ولی سال 2008 به طور رسمی اسمش به افتخار اون ریاضیدان بزرگ به دانشگاه گاتفرید ویلهلم لایبنیز تغییر داده شد.
این نشونه احترام زیادیه که براش قائلن. این شهر بیش از 30 مرکز پژوهشی به اسم لایبنیز داره. این موضوع نشون دهنده شهرت فراوان این ریاضیدان بزرگ در این شهره. یکی از این مراکز به زندگی و دستاوردهای لایبنیز اختصاص داده شده. این مرکز کتابخانه گاتفرید ویلهلم لایبنیز. الان داریم به اتاقی نزدیک میشیم که مهمترین خاطره یه لایبنیز در اون نگهداری میشه. خانم فلک در باز میکنن. یه ریاضیدان بعد از مرگش چی باقی میذاره؟ بین تمام آثار جالب و با ارزشی که از لایبنیز باقی موندن، منحصر به فردترین مورد این ماشین حسابه. این دستگاه که سال 1694 کامل شد، اولین ماشینی بود که 4 عمل اصلی علم حساب را انجام میداد. در آن دوران حتی خیلی از مردم نمیتونستن ضرب ها و تقسیم های چنگانه را انجام بدن. این دستگاه اختراعی انقلابی بود. تکمیلش چند دهه طول کشید و پیدا کردن بعضی قطعاتش سخت بود. اونا با این ماشین چطوری محاسبه میکردن؟ بیاین 1234 رو در 23 ضرب کنیم. اول انگشتی ها رو به ترتیب در موقعیت های 1، 2، 3 و 4 قرار میدیم. بعد دسته چرخ رو 3 بار به بالا میچرخونیم تا واحد های مربوط به عدد 23 در جای خودشون قرار بگیرن. برای حرکت به وضعیت دهگان دسته رو 2 بار میچرخونیم. جواب 28382 در میاد که درسته. میتونیم بگیم این ماشین پدر بزرگ رایان است. این ماشین حساب برجسته ترین اثر لایبنیز محسوب میشه، اما چیزی که از این هم مهمتره کتابای خطیشه. تعداد زیادی از متون و کتابای خطی لایبنیز اینجا نگهداری میشن. لایبنیز بیش از 100,000 سند باقی گذاشته. بیش از 15,000 تا از این اسناد نامه هایی هن که دانش پژوه های دیگه اون دوران براش فرستادن. 100,000 سند خطی اینجا با ترتیب الفبایی دستبندی شده. اینجا اسم اسحاق نیوتن رو پیدا می کنیم. لایبنیز دستنوشته های زیاد دیگه ای هم داره که هنوز طبقه بندی و مرتب نشده. آثار مکتوبش بیش از 150,000 سندن که بیشترشون رونوشت، نامه یا یاد داشتن. لایبنیز متخصص ریاضی، فلسفه و علم بود، ولی در هیچ یک از این عرصه ها هیچ کتاب یا رساله منظم و کاملی ننوشت. دو تا از نامه ها رو اسحاق نیوتن، معتبرترین دانشپژوه دوران، نوشته. این نامه که کتابخانه پیش از پوسیدن بازسازیش کرده، به ریشه تنش در جنگ آینده اون دو نفر تبدیل شد. گاتفرید لایبنیز به اندازه لئوناردو داوینچی به عنوان یک دانشپژو احترام و اعتبار داشت. تعجبی نداشت که در سن 29 سالگی ایده‌ای تحولی و درخشان در ذهن شکل بگیره. فکرش درباره اشیاء متحرک و سرعت متغیرشون بود. هنوز تا محاسبه سرعت شیء متحرک فاصله زیادی باقی بود. با استفاده از دستگاه مختصات دکارتی، محور افقی ایکس رو فاصله و محور عمودی ایگرگ رو زمان در نظر میگیریم. خود رو من با سرعت متوسط 60 کیلومتر در ساعت به طرف هانوفر میره، ولی در مدت رانندگی سرعتش پیوسته تغییر میکنه. خب
خودرو موقع گذشتن از مرز میانی مسیر با چه سرعتی حرکت میکنه؟ سرعت با تقسیم مسافت بر زمان به دست میاد. سرعت متوسط 60 کیلومتر در ساعته، چون 60 کیلومتر مسافت رو در یک ساعت طی میکنه. برای پیدا کردن سرعت دقیق تر باید شکاف یا بازه زمانی رو باریک کنیم. سرعت در این بخش 65 کیلومتر در ساعته. در این بخش باریکتر سرعت 68 کیلومتر در ساعته. و در این بخش باریکتر هم سرعت 68.5 کیلومتر در ساعته. هرچه این بازه باریکتر میشه با دقت بیشتری میتونیم سرعت رو تعیین کنیم. البته نمیتونیم این باری کردن بازه ها رو تا ابد ادامه بدیم. در عوض یه سرعت متوسط معین رو قبول میکنیم که به سرعت واقعی در لحظه تعیین سرعت خیلی نزدیکه. اسم این سرعت، سرعت متغیره. سال 1675 لایبنیتز نتایج درخشان خودش رو در یک مجله علمی به نام اکت ادیتوریوم منتشر کرد. کار لایبنیتز مثل کشف یک جادو بود. هر شی در جهان متحرکه. ولی پیش از لایبنیتز ریاضی با اشیاء متحرک سر و کاری نداشت. لایبنیتز ما رو قادر کرد تا اشیاء متحرک رو محاسبه کنیم. امروز میتونیم حجم یه مایع جاری شده، نرخ متغیر قیمت‌ها و حتی اختلاف فشار هوا رو محاسبه کنیم. با ابداع علم دیفرانسیل، ریاضی دوباره متولد شد. دانش‌پژوه‌های دیگه هم می‌دونستن که ریاضی ممکنه در آینده نقشی مهم داشته باشه. لایبنیتز اینو می‌دونست. نیروی فطریش بهش می‌گفت حساب دیفرانسیل دوران جدید خلق می‌کنه. لایبنیتز از این پیش‌بینی که پژوهش مسیر تمدن انسان رو تغییر میده هیجان زده می‌شد. ولی او متوجه شد که یک ریاضیدان دیگه چند سال پیش به چنین نتایجی رسیده. لایبنیتز به سرقت آثار علمی متهم شد. ده سال پیش از اینکه لایبنیتز نظریه خودش رو منتشر کنه، یه ریاضیدان انگلیسی درباره حساب دیفرانسیل می‌دونست. فکر این شاخه از ریاضی در خانه ریاضیدانان واقع در گرانتام انگلستان به ذهنش رسیده بود. نیوتن در این خانه متولد شد. همینجا بزرگ شد و در همین خانه قانون جهانی جاذبه رو کشف کرد. داخل خانه به همون شکل زمان حیات نیوتن نگه داشته شده. اسحاق نیوتن سال 1642 متولد شد. گالیله در همین سال از دنیا رفت. نیوتن در بچگی چندان خوشحال نبود، ولی ذاتاً یه دانش‌پژوه با استعداد بود. مادرش ماه آوریل ازدواج کرده بود و نیوتن نارس به دنیا آمد. یه نوزاد بیمار بود و خوششانس بود که زنده موند. البته قبلش بدشانس بود، چون پدرش قبل از این که اسحاق به دنیا بیاد مرد. از این نظر خیلی بدشانس بود. نیوتن در این خانه تنها با مادر بزرگش صمیمی بود. اون به مادر، ناپدری و برادرها و خواهرای ناتنیش نزدیک نبود. در عوض فردی درونگرا بود و در بچگی عاشق تفکر و تصور بود.
نیوتن در بچگی با چیزای خیالی، رویابافی و بازی میکرد. این اتاق براش منبع رشد و الهام بود. درباره هر چیزی در جهان کنجکاو بود. یکی از چیزایی که خیلی بهش علاقه داشت نور بود. آزمایش‌های انجام داد تا ببینه نور چطوری به چشما میرسه. با قرار دادن اشیاء مختلف روی چشماش، حالت‌های متفاوت نور رو مشاهده می‌کرد. از اون بچه‌هایی نبود که نگران باشه چنین کارهایی ممکنه اونو نابینا کنن. در زادگاهش درخت سیبی وجود داره که مثل خود نیوتن مشهوره. در یکی از جشن‌های بزرگداشت ملکه الیزابت دوم، اداره جنگلداری بریتانیا درخت سیب نیوتن رو به عنوان یکی از 50 درخت مهم کشور انتخاب کرد. هنوز درباره ماجرای جالبی که زیر این درخت سیب اتفاق افتاد هیجان زده و متعجب میشیم. هر اتفاقی افتاده باشه میدونیم که نیوتن ساعت‌های زیادی از آرامشی که زیر این درخت به دست می آورد لذت برده. نیوتن از کتابا چیزای زیادی یاد می گرفت و این دانشمند آینده به هر پدیده‌ای که در اطراف خودش می دید علاقمند بود. یه سیب در حال سقوط یه شیء متحرک بود. سیب در یک خط مستقیم پایین میاد، ولی سیاره‌ها روی مسیری بیضی دور خورشید می‌گردند. یوهانس کپلر این موضوع فهمید. سیاره‌ها روی مدار بیضی با یه سرعت ثابت حرکت نمی‌کنند. اونا بعضی اوقات سریع و بعضی مواقع کند حرکت می‌کنند. نیوتن برای محاسبه یه سرعت لحظه‌ای شیئی که داره روی یه مسیر بیضی شکل حرکت می‌کنه از حساب دیفرانسیل استفاده کرد. نیوتن اسم این وضعیت رو خمیدگی گذاشته بود. نیوتن سال 1665 اصطلاحی موسوم به نرخ متغیر سرعت تعریف کرد. این موضوع 10 سال زودتر از کشف لایبنیز اتفاق افتاد. قرن 17 انجمن سلطنتی لندن مرکز عالم آکادمیک اروپا محسوب می شد. سال 1703 اسحاق نیوتن حدود ربع قرن تجربه ریاست انجمن سلطنتی را داشت. در آن زمان لایبنیز یک عضو عادی بود. بیست سال بعد از مطرح کردن مفهوم متغیرها به نیوتن پیشنهاد کردند که یک کتاب درباره این موضوع منتشر کند. عنوان رسمی کتاب این بود: اصول ریاضیات فلسفه طبیعی. این یکی از مشهورترین کتابای خطی مونه. کتاب اصول ریاضیات اسحاق نیوتن که توسط انجمن سلطنتی به چاپ رسیده و اینجا همون نسخه ای داریم که به عنوان نمونه اصل برای چاپ اول به چاپخونه رفت. این کتاب خطی توسط شخص نیوتن نوشته شده. میتونین اینجا در بالا عنوان کتابو ببینین: اصول ریاضیات فلسفه طبیعی. البته به زبان لاتین نوشته شده. کاری که نیوتن سعی داشت انجام بده ارائه تعاریفی ریاضی از کارکرد و نحوه کار جهان بود.
قانون جهانی جاذبه، قانون اینرسی و قانون مدار بیضی سیارات همگی به وسیله این کتاب به جهان معرفی شدند. نیوتن به ندرت از متغیرها و حساب دیفرانسیل استفاده کرده، ولی نظریه هایی که داده در این کتاب آورده شدند. نیوتن یک دهه زودتر از لایبنیز موضوع متغیرها را کشف کرد، ولی رساله خودش را دیرتر از مقاله رقیب آلمانی منتشر کرد. نوشتن کتاب دو دهه وقت برد و طی دو قرن بعد کتابی پرفروش بود. اگه نیوتن در قرن 21 زندگی میکرد، مطمئناً اثرش را بلافاصله بعد از کشف به چاپ میرساند. نیوتن بسیار محتاط بود. اون مثل یک تارک دنیا زندگی میکرد. ولی وقتی پای کسب اعتبار برای ابداع دانش حساب دیفرانسیل وسط اومد، آدم دیگه ای شد. دانشمند انگلیسی معتقد بود که لایبنیز از کارش کپی برداری کرده. ولی طرفدارای لایبنیز این ادعا رو قبول نداشتن. اونا معتقد بودن که نیوتن اثر لایبنیز رو سرقت کرده. دشمنی بین نیوتن و لایبنیز به جنگی بین انگلستان و قاره اروپا تبدیل شده بود. یوهان برنالی طرف لایبنیز رو گرفت. در میانه جنگ کسب حقوق و اعتبار اثر، برنالی سوال سیکلو مطرح کرد. میخواست مطمئن بشه که نیوتن حساب دیفرانسیال رو بلده. لایبنیز پیش انجمن سلطنتی التماس میکرد که قضاوتی منصفانه داشته باشند. نیوتن و لایبنیز هر دو عضوش بودند. لایبنیز یه عضو عادی بود و نیوتن در اون مقطع رئیس انجمن بود. انجمن سلطنتی تحقیقی انجام داد و به یه نتیجه رسید. اعتبار نصیب نیوتن شد. نیوتن بنیانگذار حساب دیفرانسیل لقب گرفت. اونا گفتن لایبنیز بنیانگذار دوم حساب دیفرانسیله. ولی در علم مدال نقره معنی زیادی نداره. لایبنیز در گورستان کلیسای کوچکی در هانوفر آلمان به خاک سپرده شد. اون هیچ وقت از غم و شوک تصمیم انجمن سلطنتی رهایی پیدا نکرد. وقتی سال 1716 از دنیا رفت، فقط یک کاتب در مراسم تدفینش حاضر شد. بعد از تصمیم انجمن سلطنتی، زندگی لایبنیز چیزی جز غم و اندوه نبود. لایبنیز بعد از پی بردن به اهمیت موضوع، زندگیشو وقف توسعه حساب دیفرانسیل کرد. ولی هیچ افتخار و اعتباری در مدتی که زنده بود نصیبش نشد. این کلیسای وستمینستره. نیوتن اینجا به خاک سپرده شده. در این بخش تعدادی از بزرگای شهرهای بریتانیا به خاک سپرده شدند. ویلیام شکسپیر، لورد بایرون، هندل و وینستون چرچیل اینجا آرامیدند. ولی زندگی حساب دیفرانسیل اشتیاق هر دوی اونا بود. هر کدوم اونو از منظری میدید. چیزی که آخر سر باقی مونده نسخه لایبنیز از حساب دیفرانسیل است. حساب دیفرانسیلی که امروز سر کلاس‌های ریاضی تدریس میشه دیفرانسیل لایبنیز است. علائم و اصطلاحاتی مثل دی ایکس و انتگرال توسط لایبنیز بازآفرینی شدند. امروز متخصصی معتقدند که نیوتن و لایبنیز همزمان دیفرانسیل رو کشف کردند.
دیفرانسیل اونا از محدودی کلاس های درس خارج شده و ما رو در این دنیای همیشه در حرکت پیش میبره. حیرت انگیزه که چنین فکر درخشانی در یک دوره زمانی در دو مکان مختلف به ذهن انسان‌ها برسه. حیرت انگیزتر اینه که اون فکر اونقدر بزرگ بوده که حتی قبل از اینکه درک بشه جهان رو تغییر داده. فقط میشه اینطور نتیجه گرفت که این فکر در طول یک دوره مشخص از جهتگیری‌های علمی باربر و بعد در یک بازه زمانی کوتاه در مکان‌های مختلف مطرح شده. بذر دانش به دو نابغه رسیده و جهان رو تغییر داده. ما در دنیایی زندگی میکنیم که با ریاضی شکل گرفته. امروز موشک‌ها به فضا پرتاب و سیاره‌ها کشف میشند. حتی این دستاورد هم بخشی از چیزی که این متفکرای بزرگ به ما دادن. در قسمت بعدی سوالی توسط یک ریاضیدان آماتور مطرح می شود. این سوال 30 سال بدون پاسخ مانده است. بزرگترین مسائل ریاضی بی پاسخ ماندند. آخرین قضیه فرما و تخمین پیونکاره. قسمت 5، فتح مرزهای جدید ریاضی.